به نام خدا، علی اکبر محمد شفیع هستم با یکی دیگه از برنامه های مجموعه آموزش نرم افزار سیماتیک منیجر سایت PLC1 در خدمت شما هستیم. در اینجا قصد داریم که برای شما برنامه موتور دالاندر یا موتور دو سرعته رو خدمتتون بنویسیم و توضیحات لازم رو خدمتتون ارائه کنیم. خب همطور که از اسمش مشخصه، این موتور یا موتور دالاندر میتونه با دو تا سرعت بیاد و حرکت کنه. البته چند سرعت هم داریم و اینجا ما موتور رو به صورت دو سرعته در نظر میگیریم. خب سه تا شاسی اینجا ما داریم که شاسی استوب، اسلو و فست هستن که به صورت آهسته و تند میتونن باعث بشن که موتور ما حرکت کنه. خب همطور که شما مستحضر هستین و مشخص هست، K1 و K4 برای دو حالت آهسته و تند در نظر گرفته شده. فقط این رو در نظر داشته باشین که برای حالت تند ما K3 رو هم داریم، یعنی توی حالت آهسته K1 و توی حالت تند یا سریع ما کاسه و کاچهار رو داریم. حالا ما میایم فرضیاتی که برای برنامه در نظر میگیریم به این صورته، یعنی اینطور نیست که شما S1 رو بزنید K1 بیاد توی مدار و S2 رو که زدین کاسه و 4 بیاد توی مدار. خب یک شرایطی داره که ما این برایند این شرایط میاد و الگوریتم ما رو میسازه. من مثلا برای این برنامه اینطور در نظر میگیرم که شما اول باید حتما حالت اسلو یا حالت آهسته رو وارد مدار کنید و موتور با حرکت آهسته شروع کنه به چرخیدن و بعد حالت تند رو شما میتونید فعال بکنید. یعنی چی؟ یعنی در لحظه ای که ما استوب هست و موتور حرکت نمی کنه ما نمیتونیم حالت تند رو داشته باشیم. و نکته دوم هم که اومدیم توی برنامه در نظر گرفتیم، از حالت تند نتونیم برگردیم به حالت آهسته، یعنی از حالت سریع یه حالت معکوس رو نداشته باشه. یعنی ما این حالت رو حالا بنا به شرایطی که توی برنامه داریم، حالا باری که روی اون موتور هست یا بقیه شرایط، اینطور در نظر بگیریم که امکانه رفتن از حالت تند به حالت آهسته وجود نداره. یعنی شما حتما باید حالت استوپ رو اول بزنید که بعد اگر خواستیم بتونید حالت آهسته رو فعال کنید. خب این شرایط برنامه هست که ما میریم توی برنامه و توی محیط لدر استیل FVD و شروع میکنیم به نوشتن برنامه. قبلش میایم توی سمبول و موارد مورد نیاز رو که ورودی ها و خروجی هایمون هستن رو میام اینجا براش تعریف میکنیم. آی 0 و 0 رو من میگیرم S0 که میشه استوب، من نوشتم استارت. خب بعد آی 0 و 1 رو میگیریم S1 مثلا اسلو و آی 0 و 2 رو هم میگیریم S2 یا فست. خب سه تا هم خروجی داریم، اولیش کیو 0 و 0 که من میگیرم K1، کیو 0 و 1 رو میگیریم کای توی برنامه 3 در نظر گرفته و کیو 0 و 2 رو هم در نظر میگیریم کای 0 و 4. این پس ورود خروجی هامون یا همون سمبولامون توی برنامه رو به این صورت براش در نظر میگیریم. خب از اینجا من این تیک رو بر میدارم. حالا برنامه رو شروع میکنیم به نوشتن. ببینید من اول میگم که اگر شما بیاین و آی 0 و 1 رو بزنید، درسته؟ میگم اگر آی 0 و 1 رو بزنین اون وقته که کای 1 من فعال بشه. خب من اینجا میتونم بنویسم کای 1. شما کای 1 که می‌نویسین به این صورت میتونید کای 1 رو انتخاب. خب برای حالت سریع هم
اینجا من میام میمیسم فست، یعنی نتورک مربوط به فست من هست، نتورک مربوط به حالت سریع. اینجا میمیسم اسلو که نتورک مربوط به حالت آهسته است. خب اینجا میشه S2 ما، درسته؟ S2 میشه همون حالت سریع ما. و همیشه سعی کنید برنامه رو به این صورت بنویسید، یعنی کلیات برنامه رو. میبینید که من الان با حفاظت و اینا هیچ کاری ندارم، دارم برنامه رو خیلی معمولی و بدون هیچ حالت اضافی دارم برنامه رو مینویسم. بعد برمیگردم و شما آرایش کلی و به اصطلاح حالت کلی اون برنامه رو اگر تو ذهنتون داشته باشید و اونو توی روی کاغذ و یا داخل برنامه اگر به این صورت پیاده سازی کرده باشید، ساختار کلی برنامه دستتون میاد. حالا میایم به اون بحث حفاظتاش میپردازیم. من میام یه دونه دیگه نتورک به این صورت در نظر میگیرم و اسمشو میذارم استوب و ست خروجی رو اینجا باش ریست میکنم. ببینید میام اینجا و دیگه نیاز به توضیح اضافه نداره. شصتی من هست IS00 و به تبع IS00 هر ست خروجی رو ریست میکنه. ببینید به این صورت. این کیو 00 من بعدی میشه کیو 01 من و بعدی میشه کیو 02 من. این پس سه تا ریست من هست که اینجا K1، K3 و K4 رو در نظر میگیره. حالا میایم روی حفاظت ها کار میکنیم. میگم که من زمانی که حالت سریع رو میخوام بزنم قبلش حالت آهسته باید فعال باشه. ببینید اینجا، یعنی که الان میبینید من اگر فست و IS02 رو بزنم این دوتا خروجی برای من فعال میشه. من میگم شما به شرطی میتونی این کار رو انجام بدی که قبلش کیو 00 فعال شده باشه، یعنی اگر کیو 00 فعال نشده باشه شما نمیتونی این کار رو انجام بدی، درسته؟ یعنی حتما باید کیو 00 قبلش فعال شده باشه تا فست بتونه این کار رو انجام بده و وارد مدار بشه، یعنی منظور همون حالت سریع هست. خب اینجا اگر دقت بکنید یه تناقض وجود داره. ما اومدیم توی حالت آهسته کیو 00 رو وارد مدار کردیم، اینجا اومدیم از شرط این که حتما کیو 00 فعال باشه بعد حالت سریع بیاد توی مدار هم استفاده کردیم، ولی جایی کیو 00 رو ریست نکردیم و اگر این کار رو انجام بدیم کیو 01 و 02 هم میاد توی مدار، در صورتی که K1 هنوز توی مدار هست. پس من این دوتا خط رو که اینجا داریم به این صورت برشون میدارم، اول یه دونه ریست میذارم، درسته؟ اول یه دونه ریست میذارم بعد توی خط بعدی میام این دوتا ست رو قرار میدم. اینجا میگم اول شما بیا کیو 00 رو ریست بکن تا بعد بتونی دیگه حالت کیو 01 و کیو 02 رو به این صورت فعال بکن. خب نکته ای که هستش الان ببینید ما اومدیم حالت چیز رو ازش گرفتیم، یعنی حالت اون لحظه اول بخواین شما به صورت حالت سریع بیاین توی مدار رو ازش گرفتیم با این کیو 00 که اینجا گذاشتیم. پس حتما باید اول حالت آهسته فعال بشه بعد حالت سریع باید فعال بشه. حالا که رفته حالت سریع آیا امکان این که دوباره برگرده به حالت آهسته هست؟ بله. چرا؟ چون آی 01 رو ما بزنیم بدون هیچ شرطی K1 رو میاره تو مدار. ما میام چیکار میکنیم؟ از بین کاسه و کاچار یه دونش رو انتخاب میکنیم، چون این دوتا با هم اومده تو مدار. مثلا من کاسه رو انتخاب میکنم، میگم اگر کاسه توی مدار نبود شما میتونی K1 رو توی مدار بیاری. ببینید من اینجا کاسه رو به این صورت در نظر میگیرم،
و میگم اگر کاسه توی مدار نبود شما کایک رو بیاد اومد. این یعنی چی؟ ببین لحظه اول هنوز هیچ خروجی فعال نیست، پس من اگر حالت آهسته رو بزنم شما میبینید که چون کاسه تو مدار نیست کایک رو میاره تو مدار، درسته؟ حالا که کایک توی مدار اومد پس این شرطه برقراره و اگر من آی 0 و 2 رو بزنم میاد این کیو 0 و 0 رو غیر فعال میکنه و این دوتا رو دوباره کیو 0 و 1 و 0 و 2 رو میاره توی مدار. دیگه آی 0 و 2 هم دیگه عمل نمیکنه، یعنی شما دوباره اگر آی 0 و 2 رو بزنید هیچ اتفاقی نمیفته. چرا؟ چون کیو 0 و 0 ریست شده و عملا این میشه نات و نات یک کنتاکت بازم میشه صفر، عملا دیگه این اجازه نمیده که شما این کار رو انجام بدید. هرچند که اگر بخواید این کار رو هم انجام بدین چون کایه غیر فعاله و دوتای دیگه فعال هستن و اینجا اومده از ریست و ست این دوتا استفاده کرده، عملا دیگه اگر هم از این رد بشه از کیو صفر و صفر بیمعنی خواهد بود. حالا فرض رو برای این بگیریم که ما رفتیم روی حالت به اصطلاح سریع یا تند، آیا امکان این که برگردیم به حالت آهسته آیا وجود داره؟ میگیم نه. چرا؟ چون ما اومدیم اینجا کیو 0 و 1 رو اومدیم ست کردیم و از ناتش اینجا استفاده کردیم، پس عملا این امکان وجود نخواهد داشت. خب بعد از این کار که ما برنامه رو نوشتیم، حالا به نظر خودمون که برنامه درست هست، حالا با اون چیزی که تو ذهنمون اومدیم و اون مراحلی که توی سیمولیشن انجام میشه رو پیش خودمون تجزیه و تحلیل کردیم، جواب انگار به نظر و برنامه‌ای که نوشتیم و الگوریتم رو که روش پیاده سازی کردیم به نظر درست میاد. با این حال تا زمانی که ما سیمولیشن نکنیم از این چیزا و از سیمولیشن کاملا مطمئن از روند درست عمل کرده برنامه مطمئن نمیشیم. برای همین من بعد از اینکه برنامه رو سیمولیشن کردم نتیجه نهایی الگوریتمی که نوشتم رو اعلام میکنم. خب من دوباره میام اینجا و آی 0 و 1 رو میزنم. ببینید من آی 0 و 1 رو که میزنم یه خروجی میاره توی مدار که همون کایک هست. آی 0 و 2 رو که میزنم شما میبینید که کاسه و کاچار میان توی مدار. حالا من دوباره آی 1 رو میزنم، ببینید هیچ اتفاقی نمیفته. اینجا اومدیم و آی1 رو حالت آهسته براش تعریف کردیم، یعنی میگیم اگر آی1 رو ما اینجا بیایم و بزنیم، ببینید آی1 رو نوشته S1 slow و حالت برای همین میبینید که دیگه دوباره حالت آهسته بر نمیگرده. پس من یه بار استوب میزنم، ببینید الان حالت آهسته هستیم، درسته یه خروجی تو مداره. حالت سری رو که فعال میکنیم کاسه و کاچار میاد توی مدار، ولی دیگه حالت آهسته دیگه نمیتونیم برگردیم، باید حتما استوب بزنیم. نکته بعدی هم اینه که شما برای لحظه اول نمیتونید حالت سری رو فعال کنید. ببینید من هر چقدر شستی رو که میزنم حالت سری فعال نمیشه، میگه حتما شما باید اول حالت آهسته رو فعال بکنید و بعد حالت سری رو به این صورت در نظر بگیر. پس میبینید برنامه مهمترین قسمت برنامه شما الگوریتمی که ما اینجا کلن توی تمام برنامه هایی که خدمتون توضیح میدیم میخوایم که پیاده سازی کنیم و در نظر میگیریم این هست که شما روش برنامه نویسی و روش پیاده سازی الگوریتم رو یاد بگیرید. اگر دقت بکنید روش و سبکی که من خودم به شخصه استفاده میکنم این هست که اول میام کلیات برنامه رو مینویسم و بعد برمیگردم و میام و حفاظت ها رو بهش اضافه میکنم. شاید شما در دید اول وقتی مخصوصا اگر یک برنامه ای که سطحش بالاتر باشه رو نگاه میکنی پیش خودتون میگین که خب الان توی نتورک اول من میدونم که آی 0 و 1 میاد کیو 0 و 0 رو ست میکنه، ولی چرا از نات اینجا اومده استفاده کرده؟ از همون پله اول و خط اول بخواین برای خودتون الگوریتمی که نتیجه حالا چند تا مرحله بوده تا شما مثلا کیو 0 و 1 اومده اینجا، همون خط اول بخواید اینا رو تجزیه تحلیل بکنید یه مقدار براتون ممکنه که گیج کننده باشه، ولی اگر بیاین برنامه رو به صورت کلی بنویسین و برگردین دوباره این موارد رو اضافه بکنید باعث میشه که هم برنامه رو خوب بفهمین هم که هر جا برنامه مشابه اون رو دیدین میتونین خیلی راحت
برای خودتون تجزیه تحلیل کنید و به اون نتیجه که میخواین انشالله برسید.